اصلا بلد نیستم ازون کنم. من به زور بتونم مثلا جوراب سوراخ میشه بدوزم. باورتون میشه؟ باورتون میشه؟ سلام خوتی فام، خوش اومدیم به یکی دیگر ویژه برنامه های خوتی هک. امروز واسهتون لباس هک آوردم، یعنی یه ترفندایی که لباسای زقیتون رو جذاب کنی، یه سری حرکت مرکه رو لباساتون بزنی خوشیپ‌تر به نظر برسید. ببین چقدر به فکرتونم که میخوام جذاب‌تر به نظر برسید. حالا من که انقدر به فکر خودم فامیلی هستم، شما اگه دوست دارید از من حمایت کنید، یه ثانیه یه لایک بزنید این پایین، یه کامنت هم بذارید واسم دیگه. اینجوری خیلی ازم حمایت می‌کنید. حالا بریم سراغ این ترفندا. خب بریم اولین ترفند رو بهتون یاد بدم، خودم هم امتحان کنم ببینم واقعا به درد میخوره یا نه. یه شلوارک داره میگه نه نپوشیدش، بکنیدش تاپ. یعنی واقعا میشه شلوارک انقدر فیت وایسه؟ من که نمیدونم. حالا میریم با هم دیگه امتحان میکنیم دیگه. یه شلوارک آوردم، اینو بکنم تاپ ببینم واقعا این هک به درد میخوره یا نه. بپوشم دیگه، چیکار کنم؟ کار دیگه ای نمیشه. موی بلند همیشه درد سر. میدونی چی میگم؟ به نظر من این هک خوبی نمیشه. میشه دستم بکشم؟ نظرشون چیه بچه؟ بازم من خیلی چیزو مسخره ای شد. من نمیدونم چه استراری شلوارک رو بکنیم تاپ. خب یه تاپ میپوشیم با همین شلوارک دیگه. نمیدونم واقعا چه آدم باید این کارو بکنه. اینجاش هم تازه جیبم داره. خوتن اولیه در خدمت شماست. به نظر من این ترفند قبلی که بخوای شلوارک تو بکنی تاپ اصلا به درد نمیخوره. هر چیزی باید جای خودش باشه دیگه، چه فازیه. حالا بریم ببینیم بعدیش چی میگه. یه دو تیشرت رو ورد، تا کرد، برید، سازمانی گند زدن تو تیشرت، بغلاش رو نقطه نقطه برید، بعد برید باز، هی میبره، دوتا بند، اینا رو هم بس کرد، مثلا میخواد اینو بکنه از این تاپای اینجوری، نانایی. من احساس بکنم به خانه درست کنم گن میزنم، ولی خب امتحان میکنم دیگه. الان میتونیم از تیشرت به درد نخور استفاده کنیم، شما میتونید تو خونه اینا امتحان کنید. البته رو تیشرت جدیداتون امتحان نکنید، مامانتون میکشتتون. یه تیشرت نسبتاً به درد نخور بردم، البته به نظرم به درد نخور نیست، ولی سینا میگه این خیلی زشته، حتی تو خونم میپوشم میگه این چیه پوشیدی، مثلا نوردم اینو ببرم. اونجوری که انجام داد خیلی راحت بود، ولی الان از تاش سخته دیگه، چه برسه به کات کردنش. ببرم؟ نو! ببرم؟ نو! ببرم؟ نو! بوی چه کار استرسایه. آخ اینجایش هستم، به فنا رفت. بیا قیچه مناسب چپ دستا بخریم. آی دستم شکست. ای روزگار، ما چپ دستام خدایی داریم به خدا. احساس بکنم گند زدم بچه. مطمئنم الان همه میشن خیاط میگن اینجوری اشتباه بریدی، اینجوری نباید میبریدی، اونجوری باید میبریدی، زیاد بریدی، قیچه کجایی گرفته دستت. میدونم بچه، من اصلا بلد نیستم از این کار. من به زور بتونم مثلا جوراب سوراخ میشه بدوزم. بعد باید بغلاش رو سوراخ سوراخ کنی، بند رد کنی. بعد من بند نداشتم رو بانم. خب بچه واسه اینکه حوصله‌تون سر نره، میتونستم درست کردن این یه قرن طول میکشه، واسه همین دیگه بهتون نشون ندادم. الان این نتیجه کاره. این بغلاشه خیلی شیک با روغن قرمز. اصلا این سرمه یو قرمز یه تضاد رنگی خوبی ایجاد کرده. حالا برم بپوشم ببینم تو تن چطوره. تنخور خیلی مهمه. تنخورش چطوره بچه‌ها؟ بذار من چرتن چیزی که تو زندگیم درست کردم. مال اون دختره خیلی جذاب و خوشگله. حالا نمیدونم مشکل تیشرتم یا مشکل از بندای جذابم. بذار این بندو خیلی خوشگله تو از بندای ساده مشکی اونه. قرمز خیلی قشنگه بچه‌ها با سرمه‌ای. چه سری تیشرت بهتر انتخاب کنم؟ ولی خب
دیگه الان حوصله ندارم برم دوباره این کارو انجام بدم. ولی به نظر من خیلی لایفک مسخره، لباس پاره با بند اصلا هیچ معنی نمیده. خلاص بچه ها دارم میمیرم، یعنی سر هیچ لایفکی انقدر اذیت شده بودم که سر این لباس هک اذیت شدم. ببینیم بعدی چی. من دیگه طاقت ندارم. واقعا میگه اینجوری دستتو بذار توی شلوار جین، اگه اندازه این تیکه دستت بود یعنی فیتته. من واقعا باور نمیشه همچین چیزی، یعنی اگه واقعا این درست باشه دیگه موقع خرید کردن لازم نیست سه سر بیان تو اتاق رو تو گرما تو جای تنگ شلوار امتحان کنیم. یه دقیقه اینجا دستمون میکنیم توش اندازه کمر. حالا من اینجا شلوار رو بردم امتحان کنم ببینیم چجوریه. باورتون میشه؟ باورتون میشه؟ من که باورم نمیشه. یکی چی؟ کاش که من اینو زودتر میفهمدم، یه عمر میرفتم اتاق رو پدرم در میومد. تو یکی دیگه امتحان کنم. خب مطمئنشم 100%. ببین دقیقاً الان میدونی چی شد؟ اون یکی شلواره یه کوچولو کمرش برام گشاده، قشنگ فیتم. این که قشنگ کمرش اندازه از فیته. به من یه سوال برام پیش اومد. تپه. انقدر شگفت زده شدم لکنت زبون گرفتم. من الان چاقشم. خب مثلا اینقدر بعد کمرم دو برابر شده دیگه، اینجای دستم که دو برابر نمیشه. من میخوام رو شلوارک قبلی که کردمش تاپم امتحان کردم رو اینام جواب میدن یا فقط واسه جینی؟ واسه همه شلوار رو جواب بده. ببین بعدی هم ببینیم به کارمون میاد یا نه. امیدوارم به کارمون بیاد. یه دونه پیرم ورشته میگه اینجوری بنداز اینجا، دکمه هاشو ببند، اینجا رو گره بزن. خیلی نانا میشه یه لباس خوشگل. حالا بریم یه پیرم بیارم امتحان کنیم ببینیم مال ما هم لباس خوشگل میشه یا نه. تا اینجای قضیه احساس میکنم خیلی ناراحته، چون اینجا اینجوری تنگه بس یه جوریه. کل از این لباسه که اینجوری بدم میاد، احساس میکنم الان میفته اینجوری و آستینای اینجوری هم تا کرد. خب این هم از لایف هک جذابمون. نظر شما چیه؟ دیگه من حرف نمیزنم دیگه. بنظرم من که مسخره است، من که پوشیدم توش احساس خیلی اینجوری دارم. حالا دیگه شما رو نمیدون. خب بچه های میدم تموم شد با همین لباس جذابی که واسه خودم درست کردم. دارم ویدیو رو تموم میکنم. بنظرم من فقط اونی که آرنج نه این ساعت فهمیدم اندازه دور کمرمه خیلی به دردم خواهد خورد و مطمئنم به درد شما هم میخوره. خلاصه که کلی تو کامنت ها بهم انرژی مثبت بدید، لایک کنید. واقعا هر روز ویدیو درست کردن سخت، مخصوصا تست لایف هک و لباس هک و هر هک دیگه. الان واقعا انرژی داون شده. تو کامنت ها بهم انرژی بدید دیگه. مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو دیگه خدافظ.